بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند حکیم و دانا همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف نهم سلام روزتان خوش امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه درس گذشته ایتان خوب خوب خوانده باشین و یاد گرفته باشید. خب عزیزان ابتدا بریم و درس گذشته را یک ارزیابی داشته باشیم و بعد از آن ببینیم که امروز من برای شما چی چیزایی را میخوام یاد بدم. خب شاگردای خوب صنف نهم بیایم با یک دیگه درس گذشته را یک ارزیابی بکنیم تا یک مروری هم برای ما و شما بشم سوال اول سوال جای خالی است. حجره نسج عضلاتی جای خالی نام داره. حجرات مختلف بدن ما و شما نام های مختلفی داشت. در جلسه گذشته گفتیم حجره نسج ازولاتی الیاف نام داره سوال دوم رشته های موجود در حجرات ازولاتی از جای خالی است یعنی جنس اونا را ما و شما باید در اینجا نوشته کنیم خب میدانیم اکتین ها و میوسین ها رشته های پروتئینی بودن که در حجرات ازولاتی قرار داشتند پس اینها از پروتئین است سوال سوم جای خالی وزن بدن را عضلات اسکلتی تشکیل می دهد. خب بخاطر خاطر دارید چند فیصد وزن بدن عضلات اسکلتی تشکیل می ده؟ آفرین به او شاگردی که گفت چل فیصد. سوال بعدی عضلات جای خالی به استخوان‌های بدن متصل است. ما سنو عضله ای را که داشتیم عضلات اسکلتی یا عضلات مخطط اسکلتی بودند که با استخوان‌های بدن متصل بودند و سبب حرکت می می‌شدند. خب سوال بعدی تاندون چیست؟ تاندون یا پی نوعی نسج ارتباطی بود که در دو سر ماهیچه ها و عضلات قرار دارد و سبب اتصال ماهیچه ها به استخوان ها در ناحیه مفصل میشد سوال بعدی عضلات فلکسور و اکستنسور چیست؟ خب به خاطر دارید که در جلسه گذشته ما و شما عضلات خم کننده و راست کننده بازو و پاره در ناحیه ران با یکدیگه خواندیم عضلات فلکسور همو عضلات خم کننده بود و عضلات اکستنسور همو عضلات راست کننده بود خب عضله فلکسور بازو چه نام دارد ما در این سوال هم باید بدانیم فلکسور, خم کننده یا باز کننده یا راست کننده و هم بدانیم در بالای بازوی یا در زیر بازو خب میدانیم فلکسور یا خم کننده ازوله روی بازو هست که به نام ازوله دو سر بازو یاد میشه یادتان نره که عضله اکستنسور سه سر بازویه که در زیر بازو قرار داره و عضله فلکسور عضله دو سر بازویه که در روی بازو قرار داره خب شاگردای خوب اگه به یاد داشته باشید جلسه گذشته عضله قلبی را که من برای شما تشریح کردم گفتم عضلات قلبی حجراتشون مانند حجره عضلات اسکلتی بود منتها اینا منشعب بودن یعنی شاخه شاخه بودن حالا در این تصویر این اسلاید شما این شاخه شاخه بودن به خوبی بینید که یعنی یک حجره به طور کامل از حجره دیگه خودش در یعزولات جدا نمیشه بلکه مانند شاخه های یک درخت است از ویژگی مهم و دیگه و اصلی در ازوله قلبی ای هست که اینا بیش از یک هسته داره گاهی وقتا حد اقل دو و یا بیشتر از دو هسته را در اینها میبینیم که همین نقاطی را که در اینجا شما میبینید اینها هسته های ای حجرات است خب از نظر عمل کرد هم عضلات قلبی ارادی بود یا غیر ارادی آفرین به شمایی که گفتیم غیر ارادی عضله قلب به اراده خود انسان نیست ان در سالهای بعد میخوانید که دو عامل در انقباض عضلات قلب نقش داره یکی مغز ما و شما هست و یکی یک جریان الکتریکی در قلب هست که او خودش توسط یک گرهی هست یک گره الکتریکی که یک جریان برق تولید میکنه و این جریان برق سبب باز بسته شدن دریچه های قلب و انقباض و این قلب میشه به همین خاطر هست که بعضی از افرادی که دچار مرگ مغزی میشه و مغز اونا به عبارت می و از کار میفته اما قلب اونها همچنان میزنه و به حیات خود ادامه میده به همین خاطر هست که قلب به دلیل مهمترین عضو حیاتی بدن هم تحت کنترل مغز فعالیت میکنه و هم میتونه جدا از فعالیت مغز یعنی زمانی که مغز از کار افتاد به کمک همو گره یا همو بخش که در قلب ما وجود داره و یک جریان الکتریکی را تولید میکنه و این جریان به دریچه های قلب منتقل میکنه و سبب انقباض و انبساط میشه که انشالله اگر درست به خاطر داشته باشم در دا سنف دوازده ای را کامل و واضح خوب خب شاگردای خوب عضلات مختلف در نواحی مختلف بدن در یک بدن انسان برای شما در این اسلاید نشان داده میشه خب عضلات اسکلتی در ماهیچه هایی هست که حرکت داره مثلا در ماهیچه های بازو یا در ماهیچه های قفسه سینه که بر روی دنده ها هم قرار داره شما میدانید که این عضلات با انقباض و انبساط خودشون سبب حرکت قبرقه ها یا دنده های ما و شما میشه و در سیستم تنفسی ما و شما نقش بسیار مهم میره داره دیگه ازوله قلبی هست که در ساختمان قلب به کار میره و عضلات لشم یا عضلات صاف هست که در سیستم حازمه یا سیستم گوارشی ما اینو ازوله را به وفور میبینیم که از نظر عملکرد هم نوعی ازوله غیر ارادیه یعنی مشابه ازوله قلبی در کنترل و اراده ما و شما نیست خب حالا ما و شما میخوایم ببینیم آیا ورزش تأثیری بر ازولات قلبی ما و شما داره یا نداره معمولا مقایسه ازولات در مابین پسر بچه ها بیشتر دیده میشه و زمانی که دو کودک یا طفل پسر بچه با یک دیگر به اصطلاح قدرت خود بخوان نشان بدن عضلات بازویشان منقبض میکنه و او انقباض نشان میده اما این سوال برای ما و شما پیش میاد که اوی که قوی تر هسته حالا یا ورزش کرده یا کار کرده عزله بیشتری داره این عزله یعنی بعداً ساخته میشه یا نه کدام تغییر دیگه ای هست خب این یک سوال بسیار خوب علمی است که امروز ما و شما به این سوال پاسخ میدیم. دای اسلاید تصویر دو ورزشکار اما برای شما آوردم یکی که به سرخ است از های هست که قبل ورزش یعنی کسانی که زیاد سپورت یا ورزش انجام نمیدن و این تصویر سبز رنگش مال فردی هست که ورزشکار هسته تفاوت این حجم مایچه های ای دو نفر ما و شما در زی شکل میبینیم خب بسیار جالب و شاگرده که بدانید نیروی ازولات ما به تعداد رشته های ازولاتی ارتباطی نداره چرا ارتباط نداره؟ بعضی از خاطر که تعداد رشته های ازولاتی در دوره جنینی یعنی زمانی که یک انسان در رحم مادر قرار داره و هنوز متولد نشده تعداد رشته ها دیگه تثبیت میشه ایجوری نیست که بعد از اینکه به دنیا بیایه با ورزش کردن تعداد این رشته ها زیاد شود اما پس چی میشه که یک ازوله قوی را ورزشکارا دارن؟ نیروی ازولات به زخامت رشته های ازولات و حجم اونا بستگی دارد. یعنی کسانی که ورزش میکنه حجم ازولات اونا زیاد میشه. یعنی زخامت همون یک رشته ازولاتی در ورزشکارا زخیم و کلوفت است و در افراد غیر ورزشکار نازک هستش. خب این ورزش سبب زخیم شدن و قوی شدن ازولات میشه خب اما ببینیم که در هنگام ورزش چه تغییراتی در بدن ما و شما اتفاق میفته خب سیستم تنفسی ما و شما چه تغییری میکنه شما میدانید بدون از اینکه من این اسلاید برای شما تشریح کنم به خاطر میارید زمانی که میدوین یا زمانی که حرکت های تندتری را سریعتری را انجام میدین تعداد تنفس شما زیاد میشه خب در زمان ورزش اکسیژن بیشتری ضرورت هست حالا برای شما در پایان همه اسلاید ما براتون میگم چرا اکسیژن بیشتری ضرورت داریم خب این اکسیژن بیشتر که مورد ضرورت هست به همین علت باعث میشه که تنفس های عمیق و تندتری را هم ما و شما انجام بدیم طوری که میبینیم در بین ورزشکاران تعداد تنفس کمتر است اما عمق تنفس بیشتر است ممکنه که ظرفیت ریاها هم متفاوت باشه ریاها و ششهای ما و شما با هر, مق... هر بار باز و بسته شدن یا دم و بازدم یک مقدار گازهای تنفسی را مبادله کنند اما ورزشکاران چون عضلات قوی تری دارند با هر انقباض و انبساط خودشان میتونه مقدار اکسیژن بیشتری را وارد و کربن دی بیشتری را خارج کنند خب تاثیر قلبم بخوانیم و بعد از او بریم ببینیم که تنفس چه تاثیر دیگه ای داشت در هنگام ورزش چون تنفس و قلب بسیار نزدیک یکدیگر است ان شما ده همین امثال در بیولوژی صنف 9 میخوانید که حتی مرکز تنظیم تعداد زربان قلب و مرکز تنظیم تعداد تنفس ما و شما بسیار در یک جای نزدیک هم در مغز قرار داره خب ده هنگام ورزش ضربان قلب هم شدید و تندتر میشه حالا ما اصطلاحش داریم بعضی از کودکان میگن من انقدر ترسیدم و دویدم که فکر میکردم قلبم به دهنم میآید ای ب... یک اصطلاح است یعنی قلب آنقدر شدید میزنه که ما این ضربان حس میکنیم در شرایط عادی و در شرایط معمولی ما خیلی کم پیش میآید که ضربان قلب خود احساس کنیم اما زمانی که می ترسیم زمانی که می دویم، یا ورزش می کنیم قلب ما و شما شدید میشه طوری که این ضربان به خوبی ما و شما در مابین قفسه سینه خودمان می تونیم درک کنیم توانایی عضله قلب در مقدار خون خارج شونده از قلب در هر ضربه افزایش پیدا می هر ضربه که قوی تر میشه مقدار خون بیشتری به داخل رگ ها هم میشه ای هم به طور غیر مستقیم به همون تنفس مربوطه برای یک اکسیژن بیشتری به عضلات بدن مثلا در دویدن به عضلات پاهای ما و شما اکسیژن بیشتری برسه پس قلب هم مجبوره که قویتر و تندتر بزنه تا اکسیژن بیشتری را توسط همو هموگلوبینا در کرویات سرخ خون جابجا بکنه و برسانه چرا که اکسیژن رسانی خون به کمک اکسیژن رسانی از خون ما تاثیر زیادی در ورزش داره عضلات ورزشکاران اکسیژن رسانی بیشتری را انجام میدن خب اگر این ورزش ما و شما یک یا سپورت یا ورزش را که ما و شما انجام میدیم به طور ناگهانی و شدید باشه یک صدماتی را ما به عضلات بدن خودمان وارد میکنیم که این را بهتر ما و شما بدانیم از جمله صدمات ازولاتی انقبازهای های دردناک هست یعنی گرفتگی به اصطلاح ساده تر گرفتگی ازولات است. خب حرکات ناگهانی و شدید به علت کمبود اکسیژن و مواد غذایی سبب انقباض طولانی میشه اما این یعنی چه؟ چگونه ممکنه که این حرکت های ناگهانی و شدید ما و شما با کمبود اکسیژن روبرو بشه و باز ایچه ارتباطی با انقباز طولانی ازالات داره ای چیزی است که ما به شما در پای تخته تشریح میکنم خب شاگردهای خوب در خوب هنگام دویدن و ورزش کردن ما و شما نیاز به اکسیژن بیشتر داریم و نیاز به انرژی بیشتر داریم هم اکسیژن نیاز به اکسیژن بیشتر و هم نیاز به انرژی بیشتری چرا که اگه ما و شما انرژی نداشته باشیم خب نمیتونیم خوب ورزش کنیم یا به عبارتی نمیتونیم زیاد بدویم و فعالیت‌های روزانه خودمان انجام بدیم از طرفی میدانید که انرژی از چی به دست میآید از مواد غذایی ما و شما به دست میآید خب مواد غذایی در کدام سیستم بدن ما و شما مورد حزم و گوارش و جذب قرار می گرفت اگر به خاطر داشته باشید در فصل اول امسال خواندیم در سیستم حازمه بود خب سیستم حازمه این مواد غذایی ما و شما را دیگه وارد جزیات نمیشیم قبلا خواندیم در آخر تبدیل به یک سری مواد قابل جذب میکنه یعنی این مواد از داخل امعا گرفته میشه و به داخل خون وارد میشه بیشتر مواد غذایی یا اکثر مواد غذایی ما و شما در آخر تبدیل به گلوکوز میشه گلوکوز که همون قند خون بود حالا یک گلوکوز هست که در عضلات ما و شما ده دویدن مورد نیاز است. یک حجره را ما و شما اگه در نظر بگیریم یک حجره سایتوپلاسم داشت و هسته داشت و قشا داشت ما کاری با قشا و هسته نداریم سایت و پلاس ما میخوایم بدونیم یک ارگانول دیگری را هم ما در داخل حجرات خواندیم به نام مایتوکندریا ای میتوکندریا مایتوکندریا هست که به نام علمی کاندریو زوم هم خوانده میشه حالا میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته حالا یه حجره ما برای شما کراوی کشیدم هیچ فرقی نمیکنه در حجرات عضلاتی ما و شما که الیاف نام داشته باشه باز هم اینا قشاره داره هستره داره و سایتوپلاسم داره خب این اتفاقات به داخل حجرات عضلاتی ما و شما رخ میده حالا ما و شما چون بیشتر حجره را به صورت کراوی میکشیم ما اینجا کراوی کشیدم خب مواد غذایی گلوکوز توسط سیستم حازمه جذب میشه وارد خون میشه و از طریق خون خود به حجرات ازولاتی میرسانه حالا قرار ای گلوکوز مصرف شوه و انرژی تولید شوه ای انرژی در انقباض عضلات اسکلتی پا پای ما و شما نقش داره انرژی باید برسه گلوکوز و انرژی باید به ای حجرات برسه تا اینا منقبض شوه و ما بتانیم بدویم یا ورزش انجام بدیم یا فعالیت های خودمون انجام بدیم خب حالا ما و شما میگیم مثلا این یک رگ خونی بود درس امروز ما ترکیبی از چند فصل های گذشته شما هست وارد جزیات نمیشیم مویرگ های خونی چگونه عمل تبادل مواد با محیط انجام میداد به خاطر دارید دیگه گفتیم این گلوکوز ها میای و خودشان به حجرات میرسانه و طی پدیده های انتقال انتشار انتشار تحصیل شده انتقال فعال که قبلا خواندیم این گلوکوز آمد و وارد یک حجره شد این همین حجره ازولاتی است خب حالا این گلوکوز برای یک انرژی تولید کنه حالا امروز ما و شما یک نام علمی یاد میگیریم دیگه به انرژی یا به عبارت همی انرژی که در نتیجه این مواد غذایی تولید میشه ما بگیم ATP این یک مولکول پر انرژی هست از آدنوزین تری فوسفات گرفته شده خب آدنوزینش مخففش A تری مخففش T فسفات P هست میشه ATP آدنوزین تری فوسفات یعنی یک گلوکوز ما مواد غذایی ما هزاران هزار ممکنه گلوکوز تولید کنه حالا ای یک گلوکوز که دیگه قرار ATP بسازه و ای ATP باعث انقباز رشته های ازولاتی میشه همین را میخواییم ببینیم چگونه تولید میشه بسیار اشاره کوتاهی من میکنم به دلیل از که وقتی شما گرفته میشه و در سنف دوازه ای را کامل میخوانید ایگولاکوز گلوکوز در سایتوپلازم که وارد شد یک مرحله ای را طی میکنه به نام مراحل گلایکولیز. نامش را نمیخواد یاد بگیرید مربوط به کتاب امثال شما نیست ای گلایکولیز اینجا مهمه این گلایکولیز که مراحل خودش طی کرد اگر اکسیژن به اندازه کافی در دا داخل حجره باشه این ادامه فرایند میره به داخل مایتوکندری ها انجام میشه و از هر گلوکوز 38 و عدد ATP تولید میشه اکسیژن از کجا میآیه باید تنفس ما سریع شود که اکسیژن های بیشتری از محیط جذب بشه باید جریان قلب یا ضربان قلب ما و شما زیاد بشه تا خونرسانی رسانی شوه و گلوکوز بیایه و اکسیژن به اینجی برسه اگر اکسیژن کم بود این اکسیژن ما که یک کم هست در و پلازم دیگه نمیره در داخل مایتو بلکه در همین و پلازم یک مرحله دیگر به نام مراحل تخمیر تی میکنه که سالای بعد میخوانید و اینجا دو تا فقط ATP تولید میشه در پایین اگر اکسیژن زیاد باشه سی و هشت تا ATP ای حالا اینجا که اکسیژن کمه از این مرحله تخمیر دو تایه از گلایکولیز هم دو تایه در نهایت حدودا ما میگیم مثلا چهار بس که تفاوت اینا بسیار زیاد هستش حالا در کنار همین ATP که تولید میشه وقتی اکسیژن کمه یک اسیدی هم در عضلات ما و شما تولید میشه در سایتوپلازم به نام اسید لاکتیک این اسید لاکتیک که در سایتوپلازم حجرات عضلاتی ما و شما مان سبب انقباض های طولانی میشه خب ببینید ما و شما یک ورزش ناگهانی و شدید انجام میدیم یا یک روز به کوه میریم و یا پیاده روی شدید انجام میدیم وقتی یک شب به خانه برمیگردیم عضلات پای ما و شما میگیره یک انقباز طولانی داره و دردناکه خب حالا امروز فهمیدیم که این دردش به خاطر چیه چون که ما و شما ورزش اگر کمتر انجام بدیم تحرکات ما کمتر باشه عضلات ما و شما ضعیفتر باشه اکسیژن کمتری میرسه به داخل حجرات عضلاتی وقتی اکسیژن کم باشه این گلوکوز ما و شما بعد از طی کردن مراحل گلایکولیزش دیگه نمیره به داخل مایتوکندری تا انرژی زیاد تولید شه بلکه در همون سایتوپلازم باقی میمونه و انرژی کمی را تولید میکنه و در کنار این انرژی کم اسید لاکتیک تولید میکنه اسید لاکتیک سبب گرفتگی طولانی مدت عضلات و درد میشه خب ما باید چیکار کنیم با گرفتن دوش آب گرم و ماساژ دادن او عضله گرفته شده به زیر آب گرم سبب رهاش شدن همین چی میشیم همین اسید لاکتیک میشه و به مرور زمان تا زمانی که اسید لاکتیک به طور کامل از داخل سایتوپلازم جمع آوری شوه اون موقع دیگه این از عضله پایان میپذیره اما این مراحل به همین سادگی نیست چرخه های کیمیاوی زیادی رو طی میکنه که انشالله در صنف دوازده اونها رو میخوانید پس ما و شما فهمیدیم در زمانی که ما ورزش میکنیم چرا تونتون نفس میزنیم چون اکسیژن بدن ما کم شده ما بدن ما برای جلوگیری از تولید او اسید لاکتیک تعداد تنفس ها رو زیاد میکنه تا اکسیژن بیشتری گرفته شود و این اکسیژن بیشتر سبب بشه که گلوکوز های ما بره در داخل مایتوکندری ها و انرژی بیشتری تولید کنه و نگذاره که اسید لاکتیک تولید شود. خب شاگردای خوب پس متوجه شدیم که این درد شدیدی را که در انقباضهای طولانی در ورزش های بدون آمادگی ایجاد میشه به خاطر حضور همو اسید لاکتیک بود خب برای جلوگیری از ای این مشکل برای ما و شما پیش نیاید ما نیاز به انجام نرمش یا حرکات ساده تری را داریم که قبل از اینکه ما به حرکات تند و سری روی بیاریم باید بدن خودمون و عضلات خودمون را آماده کنیم خب نوعی ناراحتی دیگه در عضلات ما و شما وجود داره به نام التهاب پی یا تاندون ها خب ببینیم که این التهاب پی یا تاندون ها در چه نواحی دیده میشه خب افرادی که تمرین های بیش از حد اجرا میکنن پس بیشتر در ما بین ورزشکارا دیده میشه در هر عضوی از بدن مثلا در وزن که از موچ دست زیاد استفاده میکنه و در کسانی که در حرکات رزمی استف... از دست استفاده میکنند و یا میدون از پا در دوش ها استفاده میشه اگر تمرین های بیش از حد را انجام بدن ممکنه که این مشکلات برای اونها به پیش بیاید به الیاف ازولاتی اونها آسیب رسانده میشه و سبب التحاب پی یا تاندون میشه که این التحاب همراه با درد قرمزی و گاهی وقتا ایجاد زربان و و بالا رفتن دما هم در او ناحیه میشه و احساس میکنیم احساس میکنه این افراد که همون قسمت مثلا اگر موچه دست اینها هسته داغ میشه و درد داره و حرکاتش هم سبب ناراحتی و درد میشه یک پدیده دیگه ای را در دا عضلات داریم به نام دوپینگ که ای و این دما بین ورزشکارا بسیار شایع است خب آلایی که چرا این کار میشه یا به چه دلیل ورزشکارا روی به این پدیده میاره یک چیز جدای از درس ماست اما ما به قسمت های موضوعی درس خود ما میپردازیم تقویت عضلات به وسیله دواها این را به نام دوپینگ یاد میکنن پس افرادی که میخوان ناگهانی و در یک بازه زمانی کوتاه خود برای رقابت ها و ورزش ها آماده بکنه ممکنه بیایه و از دواها یا داروها استفاده کنه. همی تقویت عضلات به کمک دواها اگر تکرار بشه در درازمدت مدت باعث میشه که مخصوصا قبل از ای استخوان ها بالغ بشه یعنی در ورزشکارای جوان و نوجوان اگه دیده شوه سبب تخریب قلب جگر و گرده یا کلیه ها میشه و فشار خون ای افراد هم بالا میبره حالا این تصویر که ما در یه اسلاید برای شما آوردم این تقویت ازولات میبینین به کمک دوا یا دارو هست نه به کمک انجام تمرینات و ورزش های پی در پی خب این بیشتر به آزمایش قابل تشخیص است یعنی ممکنه که یک ورزشکاری از صحنه او رقابت یا ورزش خودش بگذره اما بعدها زمانی که مشکوک میشه داورا و هیئتی که این مسابقه یا این رقابت زیر نظر داره اگر به پدیده دوپینگ شک کنه این ورزشکار به لابراتوار مخصوص و مربوط خودشان ارجاع میده و در اونجا از این بیمار هم آزمایشات خون و هم آزمایشات ادرار انجام میشه چرا که بسیاری از داروهایی که ما و شما مصرف میکنیم در کبد و یا از طریق ادرار ما و شما دفع میشه و زمانی که وجود ای داروهای انرژیزا ثابت بشه خب پیامدهای ورزشی را داره که شما شاید بهتر از ما در جریان باشید خب شاگردای خوب امروز رسیدیم به پایان فصل ماهیچه ها و اسکلت ها امیدوارم که درس امروز که به نظر ما یک درس شیرین و جالب بود را شما هم خوشتان آمده باشه خب همه شما عزیزان تا جلسه بعدی در پناه خدای بزرگ و مهربان میسپارم هستم که درستانه به خوبی بخوانید. خداوند یارو نگهدار همه شما